اجازه رحمت که آقای دکتر آیت در زمین واقعی نه فعلا یه مخالفه من که آقای میگاه من که آقای مرد نکردم بهشون بیان کافی نفر برم این مقدار بیست بعد شما نفر بعد اگه شما مخالف تمام عیاری شما بیایید مخالف تمام عیار آقای آیت صحبت شما بکنم بازم دوستانی هستن که اسمی ایشون به عنوان تنها موافق جواب بده. زبان فارسی گاهی اوقات لطیفه های جالبی داره. اون داستان معروف رو شنیدید که گفت از سطح زمین تا لب بام از آن من، از لب بام تا به ثریا از آن تو. ما اومدیم در مورد ولی امر در حدود 6 روز یا بیشتر بحث کردیم، سر و صدا ایجاد شد، مقالات نوشته شد، مناظرات شد تا اصلش رو تصویب کرد. اما حالا به اختیارات که رسیدیم در حقیقت هیچ. ما بخونید تنها قسمتی که میشه گفت جزء اختیارات و حساسه همین فرماندهی کل قواست، بقیه تعارف و مطلبی نیست. و این رو هم الان میگم که چرا تعارف. حالا این قسمت اول فرماندهی رو بگم تا بعد برسیم به تعارفات. فقط راجع به این بحث فرماندهی تعارف نیست، این جزء این بحث این بند نیست. خب این مقدمه بحث من بود. بس. ما یک انقلاب کرده ایم و بدیهی است که این انقلاب باید حفظ بشه و ادامه پیدا کنه. در دنیای هستیم که میبینیم انقلابات متعددی شده است و کودتا شده و اون انقلاب رو از بین برده. و عموماً هم وقتی که بر میگردیم و ریشه کودتاها رو پیدا میکنیم میبینیم در ارتش بوده و علتش هم این بوده است که ابتکار عمل در ارتش دست دیگران بود. این که ما میگیم فرماندهی عالی کل قوا باید به عهده رهبر باشه، یک به این دلیل هست که خواه ناخواه در این قانون این فرماندهی رو ما باید به عهده یک مقامی بگذاریم و چه مقامی مطمئن‌تر از امام و رهبر. دوم این که گفتم می‌خواهیم مانع بعضی از اعمال بشیم و باز اون رهبر هست که می‌تونه مانع بشه. این هم که گفته شد امام یا رهبر نباید در تمام امور ارتش دخالت بکنه، هیچ وقت فرماندهی کل قوا مفهومش این نیست. من صبح هم گفتم شما قوانین اساسی دنیا رو که بخونید، رؤسای جمهور و سلاطین فرماندهی کل قوا رو دارند، معمولا هم نظامی نیستند، در تمام امور هم مداخله نمی کنند. فرماندهی کل قوا یعنی این که اولا مقامات خیلی حساس و بالای ارتش نسبشون به امضای اوست، یعنی پیشنهاد میکنن طبق معمول، اونم خودسرانه این کارو نمیکنه، اما تا اون امضای آخری رو اون نگذاره این کار تمام نمیشه و این ابتکار عمل باید در دست رهبر باشه که دیگری یا دیگران نتوانن مهره های خودشون رو در پست های حساس بگذارن و اونها کاری رو که باید نباید انجام بده. دیگر این که آماده باش یا مراحل خیلی مهم به دستور فرمانده کل قوا هست، مفهومش جز این هیچ چیز دیگر نیست و در تمام قوانین اساسی دنیا هم گفتم این ذکر شده است. اگر در اونها عیب هست اینم باید عیب باشه، اگر به دیگری میدیم که خب اونم باز ممکنه که عیب باشه. این اساس این هست که به خاطر جلوگیری از
کودتا تا اونجایی که ممکنه به خاطر حفظ انقلاب و تداوم انقلاب و گذشته از اون از نظر شرعی و مذهبیش هم ولی هم مهمترین اختیارش همینه که ارتش و قوای مسلح به طور کلی در اختیارش باشه، ولی دیگه ترفیعات چه شکلیه که افسر میشه، که سرلشکر میشه، که امیر میشه، این بدیهیست که یه قواعد و یه قوانینی داره. حالا از این گذشته اگر هم بخواهید بعضی چیزها رو جدا کنید، اینجا به طور کلی ذکر میکنیم، در اصول آینده میشه بعضی قیود رو در بعضی موارد که لازمه بیاریم. همیشه رسم در قانون اول عام رو میارن و بعد دیگه استثناءات رو ذکر میکنیم. پس فرماندهی کل قوا باید به اختیار امام باشه، چون مطمئن ترین فرده، چون میخواییم که انقلاب ادامه پیدا بکنه، و بعد سایر مسائل رو میشه در اختیارات هیئت دولت، رئیس جمهور، سایر چیزها اگر اختیاری در این مورد میخواییم بهش بگذاریم یا استثناء قائل بشیم در اونجا بیاریم. مثلا دوستان عنایت بفرمایید. از اونجا که اصل مربوط به ولایت مرجع هست، از همگی استدعا می کنم ادامه بحثمون طوری باشه که در آرامترین شرایط باشه و در بازترین شرایط. فرصت میدیم تا مطالب اینجا گفته بشه و ملت عزیز ما در جریان بحث و گفتگوی روشنگر قرار بگیره. ولی شرط اینه که تحمل داشته باشیم مطلبی رو که میشه 5 دقیقه دیگه بگیم اصرار نکنیم حالا بگیم. کاغذ هست، وسیله نوشتنم هست، دوستان مطالب و یادداشت بفرمایید و تشریف میارید صحبت میکنید. توجه دارید ما تقریباً 3 روز از داشتن جلسه رأی‌گیری، جلسه رسمی محروم موندیم، برای اینکه صبح و عصر در جلسه سمینار گونه مون این مطالب رو بیان کنیم. عرض می شود که خوب از دوستانی که اینجا اسم نوشتن، آقای منتظری جناب عالی به عنوان موافق صحبت می کنید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خواهش میکنم از آقایان که در این مجلس نشسته ایم به رخ یک دیگر نکشیم که در غرب چجوری است و دنیا به ما میخندند و دنیا چه میکنند، و ما خودمون بشری هستیم، عقل داریم، هوش دارن ملت ایران، شعور دارن، با شعور و هوشیاری ملت ایران جمهوری اسلامی رو اختیار کردن، رأی دادن، میخواد دنیا بپسندد، میخواد دنیا نپسندد، به ما چه دنیا؟ ما دنیای غرب را در معنویات خیلی عقبتر از خودمون میدونیم. حالا تانک و توپ و مسلسل دارن، ای به جای برخود. اگر ما میخواستیم حساب دنیا بکنیم، محمد رضا شاهی بود و شاه بود و قدرت هم داشت و دنیا هم ازش حمایت میکرد و جاوید شاه هم براش میگفتن چه دایی داشتیم ما بیام انقلاب بکنیم. پس معلوم میشد ما باید ببینیم اونی که حق و حقیقت است اون چیه. ما واقعش این است ملت ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی، میخوان یه حکومت باشد، حکومت اسلامی. حکومت اسلامی معناش این است که دستورات اسلام باید اجرا بشه، دستورات اسلام هم باید زیر نظر کارشناس اسلام باشه. کارشناس اسلام هم ما نگفتیم هر آخوندی، شما خیال میکنه هی میگن آخوندا، نه، ملاک آخوند و عمامه نیست، هر آخوندی هم نیست. اگر یک نفر باشد متخصص در مسائل اسلام، مدیر، مدبر، شجاع، با همه این خصوصیات که ما ذکر کردیم، این به اندازه
یه آدم از اروپا برگشته ای که شما حالا میخواید این رو رئیس جمهورش کنید سرش نمیشه، یا ما میخواییم مثلا اگر او رو فرمانده کل قواش کنیم میخواییم این آقای فقیه شجاع مدبر بره تو سربازخونه پیش رو پس رو بگه که او وقت نمیشد فرمانده کل قوا بشه. یک نفر فقیه عادل با تقوا که خدا رو در نظر میگیرد، مصلحت ملت رو در نظر میگیرد، اگر اختیار و زمام امور کشور و قوا دست این باشد بهتره، یا آدمی که آگاهی به مسائل اسلام ندارد. ما اونجا که اومدیم شرایط رئیس جمهور رو ذکر کنیم، شما آقایون گفتید غیر از ایرانی بودن و اسلام چیز دیگه نگی، فقه ما جرأت نکردیم بگیم رئیس جمهور فقیه باشه. ما اینجا اصرار کردیم که رئیس جمهور اقلا از طرف فقیه کاندید بشه، اینم آقایون ذکر نکرده در این وظایفی که نوشته. ما نوشتیم اونایی که میخوان کاندید رئیس جمهور بشن رئیس فقیه عادل تایید کند اونا رو، ولو قبل از انتخابات بگید من این 10 نفر رو، من این 20 نفر رو موافقم به این که اینا رئیس جمهور بشن، برن رأی بگیرن هر کدوم اکثریت رو بردن اون بشه رئیس جمهور. اینا آقایون حاضر نشده در شرایط در وظایف این فقیه و رهبر بنویسید. پس بنابراین در رئیس جمهور نه فقاهت شرط کرده، نه تأیید از طرف فقیه شرط کرده. یا آدمی که میگه من مسلمانم، محمد رضا شاه 100 برابرش میگه من مسلمانم، به زیارت امام رضا هم هر سال به کمرش بزنید میرم، اون وقت یه همچه آقا اجازه بدی، یه همچه آقا اجازه بفهم یه همچه امام رضا هم در خواهد، یه همچه آدمی فرمونده کل قوا باشه ای به جای مملکت ضرر نمیزنه. اما اگر یک مجتهد مدبر شجاع عادل با تقوا با اون شرایط که ما ذکر کردیم بگیم شما فرمونده کل قوا باش، ولی فرمونده کل قوا معنیش این نیست که خودش بالمباشره تمام کارا رو انجام بده، ممکن است به آقای رئیس جمهور که اعتماد داره بگه آقای رئیس جمهور در این مدت در اختیار شما، یه وقت هم اگر دید داره پاشو کج میذاره دیگر اینو میذاره جای او. ایشون خیال کرده که ما میخواییم مجتهد عادل فقیه شجاع تو قم نشسته باشه و بعد بیاریمش اینجا بره تو سربازخونه پیش رو پس رو بگه و این مناسب نیست با مقام فقاهت و مثلا فرض بگیرید مقام والای فقاهت اوشون، این نیست که ما میگیم چون حکومت حکومت اسلامی است بایستی که قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل اسلامه و دلسوز اسلامه و دلسوز ملته و او بالمباشره کارا رو انجام نمیده، به تنفیذ انجام میده، رئیس جمهور رو تأیید میکنه. رئیس جمهور اگه فقیه باشد مجتهد باشد علا عین او باشد رئیس کل قوا، اما دل نیست. شما شرط نکردید، شما شرط نکردید در رئیس جمهور فقاهتو، حتی این جهتو نگفتید که باید فقیه تأیید بکنه، تا اینم شرط نکرده. بنابر این آدم مارگزیده از رسمون سیاه و سفید میترسه، جرأت نمیکند قدرت مملکت و قوای مملکت را دست آدم بی تقوایی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشناز نیست بده. بله تأیید را اضافه کنید، فرمانده کل قوا را به اون وضع اگر برداره تمام پیشنهاد ما شما این کار را بکنید. آقای موسوی، آقای موسوی،
شما به من شما میفرمودید به اینکه من چرا تذکر میدم. تذکر میدم چون وقتی شما اینی جمعه رو به فرمان آقایی هستی هم یه جمعه دیگه، آقای فرقایی هم یه جمعه دیگه، دیگری هم یه جمعه دیگه که اصلا نظم نداره. ما به دنبال این میتونیم اینها را به رأی بگذاریم. اگر واقعا فکر میکنید که باید برای روشن شدن مطلب برای عموم صحبتی باز بیشتر بشه، شرطش اینه که دیگه در این صحبت‌های پراکنده رو نداشته باشیم. یک نفر میاد صحبت میکنه، نفر بعدی هم میاد صحبت میکنه و البته ما حد اکثر میتونیم دو نفر دیگه بگیم صحبت کنن دیگه، بیش از این که خیلی طولانی شده بحثمون. آقای سبیدا، آقای طباطبایی تشریف ندارن، آقای حجتی شما؟ من یه پیشنهاد دارم و بعدش هم اگر مجال رسید به عنوان مخالف صحبت کنم. مخالف اجازه بدید پس من فعلا دارم مخالف و موافق می نویسم. بفرمایید آقای دکتر قائمی. من راجع به پاراگراف‌های بعدی بس. آقای شاکری. من دارم یک تذکر فقط یه سوال داشتم. تذکر بس بسیار. آقای کیاوش. موافقم. آقای دکتر عطوری. من یک نگرانی داشتم، گفتم حق رو میدم به اون موافقی که به عنوان معرفی نظام اسلامی برای بعد از زمان حاضر یعنی بعد از آقای خمینی بتواند معرف نظام اسلامی باشه. اگر بتواند به عنوان معرف نظام باشه من وقت رو میدم بشه. آقای موسوی اصفهانی. چون 20 تا اسلام هست و از 20 نفر بیاد. آقای فوزی. موافقه مشروط همونطوری که آقای موسوی مشروط همونطوری که آقای موسوی عدبیری فرمودن. بله موافقه مشروط مثل آقای موسوی دیگه تکرار. آقای دکتر شیبانی. آقای بنی صدر. من میخوام مثل آقای موسوی ولی مخالف مشروط. مثل آقای موسوی مخالف مشروط هم. آقای ربانی شیرازی. به نظر میگم موافق مشروط نوبت نرسید. آقای رحمانی. موافق. آقای طاهری گرگانی. موافق. آقای دکتر روحانی. موافق. آقای کرمی. موافق. آقای ربانی حملشی. موافق. من یه پیشنهادی دارم شاید مشروط دو وقت حساب بشه. موافق مشروط. آقای فارسی. موافق. بدون قید شرط. آقای پرورش. موافق. آقای اشراقی. من تذکری داشتم نسبت به فرمایش ایشان، حالا وقت اگر شما. آقای مرادزهی. خیلی خوب. تقریبا معلوم شد که چون من این که پرسیدم خواستم ببینم اگر اشخاصی سوالی چیزی دارن سوالشون مشخص بشه که دیگه در آخرین دور آقای حیدری جناب عالی موافق. آقای حیدری موافق. بله بله خواستم که اگر مطلبی هست دیگه مشخص بشه. این طور که معلوم میشه عموما مسئله موافق و مخالفه. ما کارمون رو ادامه میدیم، درباره مطلب رأی گیری می کنیم، نتیجه رأی رو هم به اطلاع ملت می رسونیم و پس از اون که اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی از هر جهت مشخص شد، همانطور که قبلا به ملتمون وعده داده بودیم، میز گردهایی این بار پیرامون همین اصول مشخص خواهیم داشت. برای اجازه بدید ما نمیخوایم برای ملت رفراندوم کنیم که خواهیم داشت برای روشن کردن مطلبی که اینجا تصویب شده برای ملت، چون ما منظورمون از این میزه گردها همین بود که بدونیم برای ملت چه چیز را باید روشن کرد، و الا اینجا که مسئله رأی گیری شماست که بیش از میزه گرد عرض کردم حدود 20 ساعت بحث برای یکدیگر داشتیم، ولی وقتی می‌خواستیم برای ملت مطلب روشن کنیم لازم بود مشخص بشه چی. این است که ترجیح دادیم پس از مشخص شدن اصول با ملتمون سخن بگیم. من به سهم خودم به عنوان یک فرد از نمایندگان شما ملت آمادگی خودم رو اعلام می‌کنم که پس از مشخص شدن اصول پیرامون اونها در میزگرد ها شرکت کنم
و با هر متفکری از هر گروه باشد به تبادل نظر و به گفتگو بنشینم. متشکر هستیم از همگی. من فقط به عنوان یک فرد هستم. نه ما هنوز رای گیری نکردیم. عرض می شود که اجازه می فرمایید من دارم از آیون سوال می کنم. اجازه من دارم از جلسه سوال می کنم. ما الان عده زیادی از دوستانمون رو می بینیم که درباره مطلب نوبت گرفتن که صحبت کنن. مذاکرات رو اعلان کنیم. خوب اجازه بفرمایید همین را عرض میکنم. ما فردا صبح ساعت 10:30 جلسه داریم برای تصویب، یعنی به رأی گذاشتن نهایی همین اصول، و قبل از آن ساعت 8 تا ساعت 10 جلسه داریم برای تهیه اصول بعدی. تاکسی رو توضیح نشده و ما کم کم که جلو میریم لازمه که این اصول رو پیوستگیش حفظ کنیم. تاکسی رو شده آنی هم بگیرید. تاکسی شده شما گاهی دیر تشریف میارید خدمتتون داده نشد.